با سلام، سری برنامه های دیگری از نام ها و یاد ها و این بار در حضور آقای دکتر قاسم شعله سعدی که بدون اغراق نزدیک به 2 دهه است ایشون رو میشناسم و کارهای ایشان رو تعقیب میکنم، چه زمانی که در زندان هستند، بیرون زندان هستند، بیرون ایران هستند و کارها و یادهایشون در این 2 دهه و حتی قبل از آن. نیت برنامه این بار نام ها و یادها رفتن به سراغ آقای دکتر قاسم شعله سعدی است. از همون روزهای ابتدا، قبل از اینکه حتی شاعر شده باشید، چیزی که مطمئنم خیلی از بینندگان نمیدونن و قرار رو بر این گذاشتیم بدون تبانی موضوعات و سوالا، دست کم چند شعری رو از شما بشنویم. میخواییم با شعر شروع کنیم؟ آخه مگه میشه کسی شیرازی باشه و اسم سعدی رو هم یدک بکشه و شاعر نباشه؟ گفتین میخواین با شعر شروع کنیم؟ بله، عیبی نداره. من اجازه بدید با یکی از سروده هم شروع کنم که به این شکل هست که شاید، البته این شعر مال خیلی وقته، اما مناسبت این روزاش خیلی زیاد هست. بله، که گفتم دزدی همگانی شده گویا خبری نیست، از محتسب و مفتی و قاضی اثری نیست، سالوس و ریا جای صداقت بگرفته، آموزش این مدرسه جز حیله‌گری نیست، با آن که همه ثروت ما را بربودند، جز مختصری حبس جزای دگری نیست، اموال وطن با ثمن بخس ببردند، در سهم فروشنده به غیر از ضرری نیست، چون قارچ بروید همه جا دفتر و بنیاد، افسوس که از آن باغ به جز این ثمری نیست، بازار هماورد چرا سرد و کساد است، اندیشه پیکار و شعور و شرری نیست، بر ملت ایران چه گذشته است که دیگر از کاوه نشانی و ز آرش اثری نیست، مرغان همه خوابیده و افسوس خروسی تا برکشد آواز طلوع سحری نیست، یارب تو به فریاد برس ورنه در این ملک آن مادر مردی که بزاید پسری نیست، ای شعله تو فریاد بزن گرچه در این دهر جز دیده اعما و به جز گوش کری نیست. شما هوشمندانه تاریخ این شعر رو نگفتید، برای که 37 سال میتونه هر روز این شعر گفته شده باشه. آقای دکتر شعله سعدی، میدونم که شما قبل از انقلاب هم دانشجوی سیاسی بودید و با صداقت و گفتهای خودتون زندانی آنچنانی نبودید، چندین بار ساواک شما رو احضار کرده بود، از جمله به دلیل همکاری با دکتر علی شریعتی. بیایید از اینجا شروع بکنیم، چرا علی شریعتی محبوب حکومتی که به او مدیونه نیست؟ جالب اینه که این نظامی که موجود هست همون پیشنهاد آقای دکتر شریعتی هست، یعنی نظام امت و امامتی که دکتر شریعتی مطرح کرده در کتاب معروفش، کتاب امت و امامت، این نظام همون اصلا با همین خشونت؟ البته ببینید، دکتر شریعتی در واقع طرفدار دموکراسی نبود. دلیلش هم اینه که اون موقع گفتمان حاکم در کل جهان، البته به ویژه در ایران، گفتمان سوسیالیسم بود و گفتمان چپ بود از بالا به پایین، و در واقع آن شریعتی هرگز، من یادم نیست که از دموکراسی حمایت کرد باشه، حد اکثرش این بود که میگفت که دموکراسی دیریژه، بله، هدایت شده، همون از بالا به پایین، بله. و منتهایشون، بالاخرهشون هم هنرمند بود، سبک خاص ادبی ایجاد کرده بود، سبکش واقعا متمایز از دیگران بود، اطلاعات وسیع تاریخی و دینی داشت و بالاخره تونسته بود یک بستر وسیع خوبی برای انقلاب فراهم بکنه. ما هم که جوان بودیم در واقع جذب شده بودیم و آنچنان هم علاقمند بودیم که به خودمون اجازه نمیدادیم حتی فکر کنیم که این حرفی که آقای دکتر شریعتی میزنه اصلا درسته یا نه. برای ما چطور شما از دکتر شریعتی با اون نقد و نظر میرسید به توزیع المسائل و ولایت فقیه آقای خمینی و میشید انقلابی؟ ببینید، آقای خمینی
البته خودش هم مثل این که یه جای گفته من خدعه کردم، حالا من دقیق نمیدونم این راجع به چی بود، ولی آقای خمینی موقعی که مطرح شد گفت که ما دموکراسی غربی را قبول نداریم زیرا ناقص است. اصلا نمیگه که دموکراسی بده، میگه دموکراسی غربی ناقصه. بنابراین ما منتظر بودیم که آقای خمینی کاملش بیاره، از اینی که غرب هست که ناقص هست اون حتما کاملترش میاره. و مطالبی داشت، مثلا میگفت که رهبر اگر که تخلف کنه منعزل میشود. منعزل شدن یعنی نیازی به اینی که عزلش بکنی، خود به خود هست، یک امر اتوماتیکه که رهبر مثلا اگر یکی از شرایطش از دست بده خود به خود منعزل، نیازی هم نیست که برکنارش کنی، خود به خود برکناره. بعدها خواهم گفت که شما وکالت خوندین، حقوقدانی و نقدتون قانونی و حقوقی. بله. از چه زمانی فکر کردید که راه و کارتون با آقای خمینی باید فاصله بگیره؟ منظورم وقتی میگم آقای خمینی یعنی انقلاب. ببینید انقلاب ایران همطور که عرض کردم با این شعار شروع شد که استقلال آزادی جمهوری ایرانی، جمهوری اسلامی، یعنی در قالب جمهوری اسلامی ما در جستجوی آزادی و استقلال بودیم. خب تجربه هم نشده بود که ببینیم خلافش ثابت بشه، و تا موقع آقای خمینی هم بود حداقل در حرف حداقلش این بود که میگه میزان رأی مردم است. در زمان ایشون نظارت استصوابی هم نبود، یعنی انتخاباتی که برگزار میشد حالا چه مجلس چه ریاست جمهوری بدون نظارت استصوابی بود، یعنی یک خلاصه چاشنی حداقل از دموکراسی و آزادی درش وجود داشت واقعا. اما بعد از فوت ایشون و تخلفاتی که توسط شورای نگهبان شد، یعنی و حالا من به این نتیجه رسیدم که اصلا مشکل ما خود قانون هست. من این تو مصاحبه‌های دیگه هم بعضن گفتم که میرزا یوسف مستشار و دوده که حدود 30 سال قبل از مشروطه در نشریه یک کلمه که منتشر میکرد میگفت مشکل ایران یک کلمه است و اون فقدان قانون هست، من امروز به این نتیجه رسیدم به عنوان حقوقدان، به عنوان کسی که 3 دهه حقوق و سیاست درس داده و همه عمرش هم سیاسی بوده، فعال سیاسی بوده، کنشگر سیاسی بوده، من امروز به این نتیجه رسیدم که مشکل ما یک کلمه است و اون خود قانون است. قبل از اینکه به ادامه حرفای شما برسیم، وقتی شما میگویید از قانون، تحت کدوم قانون برای اولین بار و برای چه مدت در جمهوری اسلامی ایران به زندان افتید؟ در سال 1381 من یک نامه سرگشاده‌ای منتشر کردم که خطاب به آقای خامنه ای بود، و در اون نامه خب مطالب مهمی ذکر شده، از جمله این که گفته بودم شما روزی که شدید رهبر حائز شرایط قانونی نبودید، یعنی دلیلش هم این بود که آقای خمینی در 4 اردیبهشت سال 68 یک نامه خطاب به آقای خامنه ای می نویسه، با میگه حجت الاسلام و آقای علی خامنه ای رئیس جمهور، و میگه که در قانون اساسی ما علی‌رغم وجود نقاط قوت فراوان نقاط ضعفی است که به نظر مسئولین مورد وسوق نظام این نقایص باید رفع بشه و فوریت هم داره. لذا ایشون در همون نامه یک هیئت 20 نفری رو تعیین میکنه، آقای خمینی تعیین، بله، و که از جمله شامل خود آقای خامنه ای، مهندس موسوی، آقای کروبی و عبدالله نوری، و به هر حال جمعا 20 نفر رو ایشون تعیین میکنه و میگه 5 نفر رو هم مجلس تعیین بکنه که بشن یک هیئت 25 نفره ای که قانون اساسی رو مورد بازنگری قرار بدن، و 2 ماه هم وقت تعیین میکنه چون به نظر ایشون فوریت داشت این رفع این مشکلات این نقایص، و 8 مورد رو هم تعیین میکنه، میگه این 8 مورد باید مورد بازنگری قرار بگیره. من اون موقع خودم نماینده مجلس بودم، چون قرار بود مجلس هم 5 نفر رو تعیین کنه، من خودم هم کاندیدای این کمیته بودم، عضویت در این هیئت، اما مجلس به من رأی نداد، به 5 نفر دیگه رأی داد، و منتها 40 روز بعد از این قضیه در 14 خرداد سال 68 آقای خمینی مرد، فوت کرد.
اون هیئت هنوز کارش رو تمام نکرده بود، بازنگری در قانون اساسی به اتمام نرسیده بود، به رفراندوم هم گذاشته نشده بود. خب بنابراین به لحاظ قانونی، منم که حقوقدان بودم دیگه، استاد دانشکده حقوق بودم، اون موقع هنوز از دانشکده حقوق بنده رو اخراج نکرده بودم. میدونید که بنده رو از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با 28 سال سابقه تدریس در دوره دکترا و کارشناسی ارشد اخراج کردن و آقای حسین الله کرم اومده در همون دانشکده داره تدریس میکنه. خب البته منطقش هم همین هست. یعنی شما گفتین آقای دکتر حسین الله کرم، حالا ایشون هم میگن دکتر شده، من نمیدونم یه روزا دکتر شدن که میدونی خیلی ساده هست تو ایران، من نمیدونم. ولی اجازه بدین همین لحظه حالا بفهمید، من به عنوان حقوقدان گفتم آقا چون قانون اساسی بازنگریش به اتمام نرسیده بوده، به رفراندوم هم گذاشته نشده بوده، ملاک قانون اساسی قبل هست. در قانون اساسی قبل شرایطی برای رهبر تعیین شده. اولا گفته که هر فقیهی که توسط اکثریت مردم، یعنی هر مرجعی که توسط اکثریت مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، اون رهبره، مثل مورد آقای خمینی. بنابراین ابتداعاً مردم بودن که باید تشخیص بدن یک کسی حائز شرایط به عنوان مرجع و رهبر هست یا نه. اگر مردم نظر میدادن دیگه خبرگان اصلا نقشی نداشت، سمتی نداشت. خب و اگر کسی چنین اکثریتی نمی آورد، اون وقت خبرگان میتونست وارد عمل بشه و از بین مراجع تقلید، نه هر کسی، میتوانه 3 یا 5 نفر رو به عنوان اعضای شورای رهبری برگزینه و معرفی کنه، یا یه نفر رو اگر یه ویژگی خاصی داشت اون رو به عنوان رهبر معرفی کنه. خب یعنی خبرگان هم تازه موقعی که وارد عمل میتونستن بشن، مجبور بودن از بین مراجع کسی را انتخاب کنن. خب آقای رفسنجانی با یک بشین و بلند شو حالا دیگه اون من ببین بنده حقوقدانم، من قانون همینجا چیزی رو بگم که حتما شاید خودتون شنیده باشید، به دفعات این رو شنیدم، شاید هم مخالفین شما یا منتقدین شما میگویند چگونه است که آقای شعله سعدی با این چیزهایی که میگوید، یک روز زندان است، یک روز بیرون زندانه، یک روز بیرون در پاریس، اصولا خود آقای قاسم شعله سعدی اینه که حکومت مشکوکه، نه خود این حکومت دموکراته، برای اینکه چقدر آسون میشود تا رهبر و انتقاد رفت و امروز 14 ژوئن هم در پاریس روبروی هم بنشینیم. البته من از اشاره میکنم وقت زیادی هم برای این برنامه نمونده، نمیدونم میتونین تو 2 دقیقه جواب بدین. از خودم پرسیدم فرق آقای قاسم شعله سعدی مثلا با خانم نرگس محمدی چیست؟ چرا شما بیرون زندان، نمیگم حالا فردا شما ببرن اون تو کار ما رو دشوار، ما که عادت کردیم اصلا همیشه من گفتم یه اتاق تو اوین برای من آماده داشته باشن که هر وقت خواستن بگیرن، مشکلی نیست. من و پشتتون البته شکنجه بزنم، عرض کنم که حالا بذار من یه داستان اول براتون بگم. متاسفانه فقط 2 دقیقه داریم، اگه فکر میکنین بذاریم برنامه بعدی. حالا همینجا باید جواب بدم آخه. لطف میکنین. میدونین که من کارت اقامت دارم در فرانسه و سال یه بار باید تمدید میشد. موقعی که بازداشت شدم در سال 81 به دنبال انتشار همون نامه، خب به موقع نتونستم بیام، کارت اقامتم باطل شد چون زندان بودم و بعدم ممنوع الخروج. من بعدها یک ویزا گرفتم و اومدم، خبر بازداشت منم روزنامه های فرانسه منتشر کرده بودم. بله. همون روزنامه رو بردم اداره مهاجرت پرفکتور پلیس و گفتم من به دلیل فورس ماژور نتونستم بیام، اینم مدارکش، روزنامه های خود. با این وجود فرانسوی ها من رو اخراج کردن، شاید باور کردنش سخت باشه خیلی، ولی بنده رو اخراج کردن. من از تصمیم اداره مهاجرت شکایت کردم به دادگاه. در دادگاه نماینده دادستان گفت که ما تأیید میکنیم که دکتر شعله سعدی اگر برگرد ایران با مشکلاتی مواجه هست، لذا موافقیم که کارت اقامتش تمدید بشه. موقعی که معاون دادستان این حرف رو زد، رئیس دادگاه رو کرد به من و گفت که از موارد کمی پیش میاد این
مشکلات کسی تعیید به شما رو تو تعیید، تو چرا پناهنده سیاسی نمیشی؟ ما به تو پیشنهاد میکنیم اینجا پناهنده سیاسی بشی. گفتم آقای رئیس دادگاه، من هم اکنون که اینجا وایستادم یک رأی قطعی محکومیت زندان دارم، یه پرونده دیگه هم نزد قاضی معروفی است به نام سلواته که شهرت داره به صدور آراء سنگین فرمایشی، نمیدونم اونم چقدر حبس بده، ولی من به دلیل اهدافی که دارم باید تو کشورم باشم، ولو الان که از اینجا میرم تهران میبرن من رو زندان اوین، را به را میرم زندان. رئیس دادگاه خیلی تعجب کرد از این واقعیت. بله، من اومدم تهران و رفتم زندان. اونو من یادم، گزارش هم درست کردیم. بله. با اجازه شما برنامه اول رو که پر از سوالهای مطرح نشده است اینجا به پایان میبریم، تا هفته آینده برنامه های دیگری با آقای دکتر قاسم شورسدی.